شما غیر از اینکه خب به هر حال کارهای زیادی رو انجام میدید، یکی از کارهایی که انجام میدید زورخونه اونجا تشکیل دادید و گروه زورخونه. این خیلی تجربه جالبی بود و وقتی دیدم برای من خیلی عجیب بود. آیا این فضایی که شما اختصاص دادید به زورخونه، اولا سوال بپرسم که آیا زن و مرد هم هر دو میتونن استفاده کنن از محیط زورخونه؟ یکی این مسئله، این که آیا واقعا خارجی ها هم میان ثبت نام میکنن در زورخونه شما؟ زورخونه ای که ما راه انداخته ایم، ما دوی سه فوریه یا سوم چهارم سه فوریه 2019 راه انداختیم، 4 سال و چند روز قبل. یه آرزویی بود که من از بچگی داشتم، اتفاقا شروعش هم توی انگلیس شکل گرفت. من یک سالی رو انگلیس بنا به دلیلی زندگی میکردم و خب مورد بولی بودم، من خیلی توی مدرسه من اذیت شدم، تقریبا هر روز بولی میشدم و اون روشی که یاد گرفتم stand on my feet، وایستم مقاومت کنم قوی تر بشم، تمرین های زورخونه ای بود که از در واقع برادر منو کوچ کرد، شنو برو، حالا بدو، حالا اینجور کشتی بگیر، حالا اینجوری کن، و این با من بود، این آرزو با من بود تا اینکه 4 سال و نیم 5 سال پیش من این آرزو رو با یه تعدادی از دوستان به خصوص با خانم دکتر ساناز قاضی مطرح کردم. گفتم من یه همچین آرزویی دارم، البته قبل از تأسیس این صحبت، مثلا شاید 1 سال قبلش این صحبت کردیم. گفت خب این کار رو انجام بدیم اینجا. گفتم آخه نمیشه زورخونه اینجا، چجوری، نه امکانات داریم نه بس. گفت حالا ببینیم چه کار میشه کرد. وقتی ایشون این حرف رو گفت، یکی دو تا از دوستای دیگه هم اعلام آمادگی کردن، من رفتم شبونه یه دستگاه خراطی خریدم، آوردم توی زیرزمین خونه و شروع کردم با پسرم که حالا الان مردی شده برای خودش، شروع کردیم به خراطی کردن. یادگیریمون هم از روی یوتیوب بود، پرت میشد چوب، مثلا یه داستانی که حالا همه فیلماش هم من نگه داشتم، انشالله بشه یه موقع مستندی از این تهیه کرد. و ما یه تعدادی میل کوچیک ساختیم، یه چند تایی هم از ایران آوردیم و بعدن البته اینا تعدادش بیشتر شد، مثلا تونستیم تا 40 نفر آدم رو در واقع ساپورت بکنیم. و خب 4 سال و عرض بکنم چند روز پیش بود که رفتیم یه شرکتی هم ثبت کردیم به عنوان سرو آکادمی برای این ورزش، جایی رو اجاره کردیم و شروع صحبت هم این بود که خب زورخونه خانوما اجازه ندارن وارد بشن. بحثم تاریخی هست، بحث من فکر میکنم کمتر مذهبیه، بیشتر بحث تاریخیه که اصلا زورخونه ها محلای مقاومت، گروه های مقاومت در دوره مغول بودن دیگه، حالا قبل از اون هم بودن ولی از دوره مغول به این طرف نقش گروه های مقاومت رو گرفتن و این فرهنگ تبدیل شده به تقدس که این تقدس داره پس زن نباید بیاد، که خیلی حرف غلطیه. اتفاقا چون تقدس داره زن باید بیاد، زن نماد زایش، زن نماد مهربانی، زن نماد خانه، اصلا نباشه زن مرد کجا بود؟ این صحبت ها رو داشتیم که خب بعد چه کار بکنیم، به این جنبندی رسیدیم که خب ما میخواییم اولین زورخونه ای رو تو دنیا بزنیم که زن و مرد با هم باشن. بعدن دیدیم که دوستان دیگه هم این ابتکار رو انجام دادن، توی استرالیا قبل از ما آقای خشایار آموزش هایی رو دادن که ایشون توجهش در واقع شاگرداش بیشتر مینستریم هستن، غیر ایرانی و ایرانی هستن، ولی اینجا ما با خودمون شروع کردیم، با یه مثلا 7-8 نفر شروع کردیم ولی تا 40-50 نفر هم رسید که خوردیم به کرونا. توی این زورخونه الان هم ما هنوز جلساتمون به صورت آنلاین ادامه داره که معمولا نسبت 2-1، دو تا خانوم هست یا آقا، یعنی نسبت برعکسه و اصلا هم مربیمون یه خانوم داریم یا آقا، هم شرکت کننده هامون به نسبت 2-1 خانوم با آقا هستن. و خب اصلا ولی نمیشد همون چیزی که ایران بود و اینجا ما انجام بدیم، خب به هر حال فیزیک خانوم یه مقدار متفاوته، وزنها رو باید سبکتر میکردیم، کباده رو باید سبکتر مثلا انتخاب، این کارها رو انجام دادیم. به نظر من یه کار کامیونیتی خیلی قشنگی شده، خیلی هم کامپلیمنت گرفتیم. برای ورود به مینستریم ما نیاز به ظرفیت متفاوت، خب به هر حال اینکه کار فول تایم ما نیست که، این از روی علاقه انجام دادیم، فیلماش رو با دیگران به اشتراک گذاشتیم، بعدن دیدیم هستن شاید حدود مثلا 30-40 نفری هم از کسایی که غیر ایرانی هستن میل خودشون گرفتن یا اون آقای خشایار از استرالیا اومدن و آموزششون دادن، خیلی هم خوب انجام میدن کارو و در تماس هستیم، ولی کار آموزش رو به مینستریم ما نبردیم چون هر کدوم یه کار فول تایم داریم، من که بیشتر از فول تایم آخر هفته هارم درگیر کار هستم به خاطر اینکه دارم شرکت رو اداره میکنم. ولی اگر بخوام از این 17 سال یه دستاورد بزرگ بگم، میگم این زورخونه ای که ما تقریبا 200 جلسه رو
به صورت پشت سر هم هفته یه بار اجرا کردیم و فضایی که خیلی صمیمی دوستانه خانواده محور، یکی میاد تنهاست، میاد توی جمع میبینه، کمکش میکنن، خدایی نکرده کسی اگر فوتی تو اقوامش هست جمع میشن کمک میکنن. حتی خانم دکتر قاضی چندین بار مثلا اصطلاح گولد ریزون دیگه دونیشن جمع کردن برای بچه‌هایی که تو مناطق محروم ایران هستن، مثلا ارسال کردن، کارهای اینجوری انجام دادن که این فان و قسمت کامیونیتی هست که همه ماها هفته یه بار واقعا به عشقش یه هفته سخت کار میکنیم که بریم اون یک ساعت و دور هم دیگه ورزش هم انجام بدیم. مرسی که به اونم توجه کردیم. خواهش میکنم. نه چون که زمانی که این قضیه رو دیدم که شما راه اندازی کردید، من خودم خیلی دلم میخواست که زورخونه رو همیشه نزدیک ببینم و اولین تجربه‌ای که داشتم زمانی بود که رفتیم برای مسافرت کرمانشاه و گفتن که زورخونه باز هست ولی چون توش ورزش انجام نمیشه میتونید به عنوان توریست هستید برید ببینید داخلش رو. و شاید باورتون نشه چون به هر حال ما میدونستیم که ورود زنان ممنوع هست به زورخانه و خیلی تجربه جذابی برای من بود. یعنی وقتی دیدن اون وسایل زورخونه، دیدن حس این که اینجا چه اتفاقی میفته، چون ما همیشه اگه یادتون باشه از بچگی توی سریال ها میدیدیم که توی زورخونه چه کاری انجام میشه، خب این تجربه خیلی قشنگی برای من بود و وقتی که دیدم شما این کار انجام میدین واقعا دلم میخواست که حتما بپرسم. ما این قول و این دریم رو رویا رو حالا قول نمیتونیم بدیم، ولی بنامون به اینه که انشالله توی چند سال آینده یه جایی رو بگیم به همون سبک سنتی توی سبک سنتی ایران انشالله اینجا توی تورنتو بسازیم که اون موقع حالا هم شما هم بقیه دوستانی که اینو میبینن اومدن حتما سری به این زورخونه بزنید که هم خود گود رو ببینید، هم معماری و معماری سنتی ایران رو ببینید. این انشالله توی چند سال آینده، این رؤیای ماست. فعلا ما از ورزشگاهایی که هست وقت اجاره میکنیم و در واقع هنوز اونی که خواستیم نشده، ولی انشالله توی چند سال آینده این کار رو خواهیم کرد.